خوشحالم که 6 سال بعد از شروع جنایات بشار اسد و جمهوری اسلامی و کشتار مردم کشور، بالاخره حتی یک سیلی کوچک یک نفر به این اسد داره میزنه. این یک نقطه عطفه. تا کنون هیچ کشوری در جنگ سوریه علیه داعش کاری میکردن، علیه جبهه نصر میکردن، علیه اسد کاری نمیکردن، این رو رعایت میکردن. خود آقای ترامپ هم بارها میگفتش که ما فقط به داعش کار داریم. این یه امشب یک نقطه عطفه. حالا سوا اینکه چه اثراتی خواهد داشت امشب بررسی میکنیم، چه چشماندازی خواهد بود، چه ابعادی داشته، بدون تردید یک نقطه عطفه. این یعنی با اینکه خیلی کم بوده تا کنون، صحبتی که هست اینه که 60 موشک توماهاک از ناوهای آمریکا در مدیترانه شلیک شده به 4 تا الان تا 4 پایگاه هوایی بشار اسد که پایگاه های مهمش بودن، نزدیک دمشق هستن، از اونجاست که پروازاش بلند میشن. خیلی مهم. ببینید اگه نیروی هوایی اسد نباشه خیلی در جنگ داخلی سوریه تضعیف میشه. حالا اینکه ابعاد این چی بوده رو امشب بررسی میکنیم، اثراتش بررسی میکنیم، ولی تردید نباید که مهمه. من یادمه که موقعی که اوباما در سال 2013 صحبت از این که ما حمله میکنیم و نکرد، صحبت از این بود که خیلی حمله کوچکتری بکنه، از این هم حتی کمتر، ولی باز هم تردید کرد. چرا؟ چون دینامیسم رو عوض میکنه، مومنتوم رو عوض میکنه در روند مسائل، و این بسیار مهمه. من خیلی خوشحالم، میدونم اثرات خوبی به مردم سوریه روحیه میده، به تمام مردم منطقه که زیر ظلم هستن روحیه میده که بابا قرار نیست که آخه یه دیکتاتور بیاد با بمب شیمیایی و بمب خوشه‌ای و بشکه باروتی مردم رو تکه تکه کنه. دنیا نگاه کنه، آخه چقدر حلب رو دیدیم در ماه دسامبر. رئیس سازمان ملل اومد گفتش که اینجا به جهنم تبدیل شده، نه هم حفره سیاه در وجدان بشریت. خب که چی؟ همش حرف. واقعا مردم نگاه میکردن، دست با آسمون میبردن تو سوریه که آقا یک نفر نیست به کمک ما برسه. نمیخوام ابعاد حمله رو زیاد بکنم، من دارم اثرات روانیش میگم. ما سال 88 وقتی مردم تو خیابون بودن انتظار نداشتیم آقای اوباما بیاد لشکر کشی کنه با بسیج سپاه در ایران در بیفته. همین که حمایت جدی میکرد به مردم روحیه میداد، میتونه در معادله تأثیر بذاره. این اولین اثر. حالا بحثای دیگه هم هستش که در بخشای بعدی میکنیم. قطعا حتما بیشتر و بهتر میبینیم. همزمان دوستان من هم برای خصوصا بینندگانی که در داخل کشور هستند، تصاویر لایو شبکه‌های خبری ایالات متحده آمریکا که خبر حمله نظامی نیروهای تحت فرماندهی ستاد مرکزی عملیات آمریکا به مواضع هوایی سوریه رو دارن از شبکه‌های مختلف خبری منتشر میکنن. نیکو هنگ، شما در قلب حادثه هستید، در فاصله کوتاهی از محل حضور شما دستور حمله به مواضع اسد صادر شده. آیا فکر میکنید این بخشی از برنامه غافلگیری بود که آقای ترامپ قبلا هم گفته بود در اقدام نظامی از گزینه غافلگیری استفاده میکنه و از قبل اعلام نمیکنه، این بخش از همون برنامه و استراتژی است؟ ببینید احساس میشد که بعد از وقفه نسبتا کوتاهی که میان در حقیقت تهدیدهای از سوی مقام های واشنگتن وجود داشت، به نظر میومد که یک چیزی داره اتفاق میفته. وقتی که خانم هیلی، نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل اومد و خیلی محکم صحبت کرد درباره اقدام هایی که اسد انجام داده و مقابل روس‌ها هم خیلی محکم ایستاد، و بعد از اینکه اول کاخ سفید و بعد خود اوباما اومدن اقدام بشار اسد رو محکوم کردن در برنامه مطبوعاتی که همراه با پادشاه اردن داشت آقای ترامپ، مسئله خیلی مهمی که اتفاق افتاد این بود. کسی انتظار نداشت در گیرودار مسائلی که امروز به وجود اومده بود در سنا برای اینکه آقای نیل گورسچ بخواد عضو آینده دادگاه عالی بشه، ما شاهد حمله در حقیقت نیروهای آمریکایی باشیم به سوریه. اتفاقی که الان افتاد به نظر میاد همون صحبتی که آقای ترامپ قبل از انتخابات مطرح کرده بود
به واقعیت پیوسته. اینکه اعلام قبلی نمیکنه که میخواد چی کار بکنه. اما مسئله خیلی جالب این هست که همه اینها در طی چند ساعت اخیر که اتفاق افتاده، خود خبرنگاران هم به نظر میاد که متحیر موندن که این اتفاق افتاده، چون به هر صورت معمولا در زمانی که قرار است یک حمله اتفاق بیفته از جاهای در کاخ سفید اطلاع میدن به برخی از رسانه که منتظر یک خبری باشید که اتفاق میفته. اگر خاطرتون باشه وقتی در سال 2011 حمله کردن به عباد پاکستان و بن لادن رو کشتند، به رسانه ها اطلاع داده شده بود که در سر ساعت مثلا 9 آقای اوباما قرار صحبت مهمی بکن راجع به یک عملیات نظامی. به نظر میاد این اطلاع رسانی هم انجام نشده و فقط آخرین خبری که داده شد این بود که جنرال ماتیس داره الان اطلاع رسانی میکنه به آقای ترامپ. الان آقای ترامپ هم در مارالاگا هستن در فلوریدا و قرار هست که میدونی که ایشون قرار میزبان رهبر چین باشه و اینکه در این زمان پیش از دیدار با رهبر چین داره این عملیات انجام میشه، به نظر من یک نکته مثبت محسوب میشه برای خود آقای ترامپ از منظر سیاسی، چون در طول چند هفته گذشته موقعیت خوبی نداشت و این حمله هم با قولهای آقای ترامپ همخوان هست و هم موقعیت سیاسی ایشون رو در وضعیتی که در طول چند هفته اخیر می‌بینیم افت کرده بود میتونه مجدداً برگردونه به موقعیتی که برخی طرفدارانش انتظار داشتن به اون برسه. متشکرم نیکو. اگه کوثر برمیگردم به شما در واشنگتن. آقای دایی، همونجوری که شما گفتید اثرات روانی این حمله در همین ساعت نخستین انتشار این خبر مثل یک بمب در رسانه‌های داخلی در حداقل امریکا منتشر شده و به هر حال خب از لحاظ زمان بندی در اروپا و در خاورمیانه ما در ساعت‌های آغازین بامداد هستیم. دمشق الان ساعت 4:43 بامداد هست و به تبع این ساعت‌ها در اروپا هم ساعت‌های ابتدایی صبح محسوب میشه. آیا فکر می‌کنید واکنش دیگر کشورها از جمله روسیه به حمله یک جانبه ایالات متحده آمریکا به پایگاه‌های هوایی آقای اسد چه خواهد بود و از تأثیر روانی که گفتید دست کم در خود سوریه هم صحبت بفرمایید؟ از کنم که ببینید یه نکته رو قبل شما باید در نظر داشته باشیم که چی شد که آمریکا دست به این اقدام زد. بالاخره آقای ترامپ بارها خودش چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات هدف خودش رو فقط مبارزه با داعش میگفت. همین هفته پیش، 5 روز پیش، آقای تیلرسون وزیر خارجه و خانم نیکی هیلی گفتن که هدف آمریکا برکناری اسد نیست، ما روش دیگه متمرکز نیستیم. حتی بعد از این حمله شیمیایی سناتور روبیو گفتش که یکی از دلایلی که اسد گستاخ شده این کار کرده حرف آقای تیلرسون بوده. یعنی چی؟ یعنی هدف فقط در جنگ داخلی سوریه به هیچ وجه ما قصد نداریم به اصطلاح تضعیف بکنیم اسد رو، دنبالش نیستیم. این رو آمریکا اوباما میکرد ولی نمیگفت. اوباما کاری نداشت که ببینید اوباما اینا وقتی در سوریه آمریکا شروع کرد به آموزش و نمیدونم حمایت و تسلیح، رفتش یه چیزی درست کرد در اونجا FDS SDF Syrian Democratic Forces، بیشتر با کردها. از خیلی اینا تعهد میگرفت که ما به شما اسلحه میدیم، آموزشتون میدیم، با اسد ما کاری نداریم، با نیروهای بشار اسد. ببینید چقدر مسخره بود. برادرم کسی زیاد نمیرفت، به هیچ کس کمک نمیکرد اوباما، ولی لااقل نمیگفت. و این بعد میگه اوباما مثلا اسد باید برود. این اولین باره که اقدام شده الیه اسد. تو این 6 سال کسی این کار نمیکرده. اثرش چیه؟ اثرش این که حالا باید ادامه پیدا کنه. ببینید اون سیاستی که آقای پوتین یا آقای ترامپ میگفت که ما میخوام با پوتین همکاری کنیم، حالا اسد هم باشه عیب نداره، هدف ما فقط داعشه. خب این حمله که امشب شده تمام معادله به هم میرزه. الان وقتی تیلرسون دیروز اومد، حرف که تیلرسون زده بسیار مهمه که ما داریم اقدام میکنیم که حتما اثر برکنار بشه. ببینید در از چند روز تفاوت کرد. تفاوت در چیه؟ تفاوت در میزان جنایته. تمام افکار عمومی دنیا میبینن آمریکا توی 5-6 سال گذشته نقش به رهبری خودش رو کنار گذاشته بود. این سوای مسائل اخلاقیش، اصلا مسئله اخلاقیش بذارید کنار،
آثار دیپلماتیک و سیاسی و غیره ای که داره برای آمریکا. خب دیگه یعنی آمریکا کشتی کنار، تمام خطراتو براش بیشتر میکنه، باعث رشد دشمناش میشه، باعث گستاخی جمهوری اسلامی شده وقتی عقب میکشید. بنابراین الان که میاد اقدام میکنه، این سیاست رو کنار میگذاره، میگه من هستم، من اقدام میکنم، رو حرفم هم ایستادم. خب این مقداری و مقداری لااقل در کوتاه مدت نقش رهبری آمریکا رو برمیگردونه، جبهه متحدین ضد اسد و جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه، عربستان، ترکیه و غیره. این میتونه شکافای بین آمریکا و ترکیه رو پر کنه، چون ترکیه طرفدار رفتن بشار اسده، با ارتش آزاد سوریه کار میکنه، در حالی که آمریکا با کردها کار میکنه، فقط هدفش داعشه. بسیار میتونه تاثیر بذاره. هدف امشب هم این بوده که محدود باشه، محدود باشه، ولی با این حال 60 موشک تا الان زده باز هم مهمه، پایگاهاشو میتونه از کار انداخته باشه، هنوز مشخص نیست چه میزانه، ولی به هر طرف نگاه کنیم دینامیزم رو تغییر میده. یعنی از این پس اون حرفای تردیدهایی بود که قراره بره با پوتین بسازه و اسد رو نگه دارن و پس جمهوری اسلامی الان جشن و شادیشه، این دینامیزم رو لااقل تغییر میده در داخل خود سوریه. مهمتر از همه اینه که وقتی که نشون داد آمریکا میتونه قدرت نظامیش استفاده کنه، دستش اتفاقا تو مذاکرات بازتر میشه. اشکالی که بوده تو مذاکرات این بوده که اسد میگفته منو که خب همه قبول دارن که تو ابدم باشم، هر جنایت هم میکنم کسی کاری نداره، پوتین هم که بایستر همه، جمهوری اسلامی هم که نیرو آورده اینجا، پس هر کاری دلم خواست میکنم. تو مذاکراتم هیچ امتیازی حاضر نبود بده. الان مذاکرات اتفاقا میشه جدیتر بشه. الانه که اگه آمریکا بخواد به پوتین فشار بیاره که آقا از اسد دور شو، از جمهوری اسلامی دور شو، دستش بازتره. یعنی بسیاری امکانات رو هم برای مخالفین اسد در داخل سوریه میتونه فراهم بکنه، هم در صحنه دیپلماتیک میتونه فراهم بکنه، و خب آمریکا رو جدیتر میگیره، میتونه خیلی اثر داشته باشه. بسیار سپاسگزارم آقای دایی در ایالت کنتیکت که همراه ما هستین، بیننده برنامه ویژه تلویزیون اندیشه بر اساس افق هستید، در خصوص حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به مواضع نظامی و بیس پایگاه‌های نظامی رژیم اسد در خاک سوریه، در اقدامی تنبیهی در خصوص بمباران شیمیایی شهر ادلب که در اون شاهد کشتارهای کودکان و افراد غیر نظامی بودیم. این برنامه را همزمان به صورت زنده از طریق فیسبوک هم میبینید و میتونید مستقیما سوالات خودتون را از طریق فیسبوک با ما در میون بگذارید تا آقایان کوثر و دایی به اونها پاسخ بدهند. آقای کوثر عزیزم، برخی آقای دایی هم اشاره کردند، برخی همین رو میگفتند که جمهوری اسلامی دنبال محک زدن جدیت آقای ترامپ در برخوردهای اینچنینی است. آیا به راستی میشه گفتش که اقدامی که در سوریه انجام شد میتونه زمینه این محک رو داشت که آیا ما باز هم با دولتی در کاخ سفید روبرو هستیم که مشی مماشات رو پیشه کنه، یا اینکه واقعا این تغییری جدی و حامل پیامی بسیار مهم برای همسایگان میدان پاستور در تهران هست؟ من الان داشتم خبرگزاری های ایرانی رو میدیدم، هنوز مثل که بیدار نشدن و خبر به گوششون نرسیده. دعای کمیل دیشب خیلی طولانی بوده و امروز هنوز بیدار نشدن برخی از اعضا خبرگزاری هاشون. نکته‌ای که وجود داره به نظر من این هست که در طول چند هفته گذشته بارها این بحث پیش اومده که اگر قایق‌های تندروی سپاه باز بیان سراغ کشتی‌های آمریکایی، آیا ممکن هست زد و خوردی به وجود بیاد یا تهدیدی از سوی آمریکایی‌ها اعلام بشه یا نه. به نظر میاد با توجه به اینکه جنرال ماتیس اقتدار ویژه‌ای داره و کسی نیست که بشه با شوخی کرد، از همین الان میشه فهمید که نیروهای مختلف جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران دارن بررسی های جدیدی میکنن که بایستی در شرایط جدید چه بازی رو پیش ببرن. و البته من فکر میکنم که در انتخابات ریاست جمهوری هم ما به نحوی
اثر این در واقع تغییر ساختار در واشنگتن رو هم بتونیم واکنش‌هایی رو در ایران شاهد باشیم. اگر آقای روحانی رئیس جمهوری دوران اوباما محسوب میشد برای مذاکرات، من فکر میکنم از این موقعیت شاید استفاده بشه و شرایط برای آقای روحانی ضعیفتر هم بشه، مگر اینکه به قول معروف در صندوق انتخابات اتفاق دیگری بیفته. من چیزی که دارم فکر میکنم این هست که نیروهای سپاهی و نیروهایی که خواهان در حقیقت اقتدار بیشتر سپاه هستند در داخل کشور، از الان به فعالیت بیشتری در محدوده انتخابات دست بزنن. من حدسم این هست که نیروهای در حقیقت سپاه قدس به خاطر ضربه که الان داره سوریه میخوره در حالت آماده باش ویژه‌ای که خانه ها قرار میگیرن، نگرانی هایی داشته باشن اینکه فرضاً میزان درگیری تا چه حدی خواهد بود. آیا آمریکایی ها ممکن است جاهایی رو به قول معروف هدف قرار بدن که نیروهای مشترک سپاه قدس و سوریه در اونجا قرار دارن، یا نیروگاه یا فاطمیون اونجا هستن یا نه؟ این نگرانی ها خواهناخا براشون به وجود خواهد آمد. البته میشه حد زد که آمریکایی ها نمیان جاهایی رو بزنن که روسها در اونجا پناه گرفتن در خاک سوریه، ولی در مورد ایران هنوز نمیتونیم مطمئن باشیم، بایستی بازم صبر بکنیم. ولی من حدس میزنم میزان نگرانی ها افزایش پیدا کنه، بایستی شبکه‌های اجتماعی رو در یکی دو روز آینده بررسی کرد که در حقیقت این نیروهای بسیجی که در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر و تلگرام خیلی فعال میشن چه واکنش‌هایی از خودشون نشون میدن. اگر سکوت بکنن میشه حد زد که میزان نگرانی زیادتر از چیزی هست که فکرشو میکردن. بسیار سپاسگزارم. به گزارش آسوسییتد پرس، حملات انجام شده از روی دو ناو امریکایی به پایگاهی به نام اشریا در حومه هومس، شهر هومس در حقیقت بوده و کشیده شده با موشک های شلیک شده از روی دو ناو آمریکایی در شرق مدیترانه، این پایگاه الشریا مورد حمله قرار بگیره. همچنین همین منبع خبری اعلام کرده که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حالی که در هواپیمای ایرفورس وان در حال طی مسافت از واشنگتن به فلوریدا بودند، دستور این حمله رو کانفرم نهایی یا تایید نهایی کردند. آقای دایی برگردم به شما. در هفته گذشته که شما نبودید، وقتی که صحبت می‌کردیم با آقای کوسر به این نتیجه رسیدیم که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در جهان امروز سیاستی نیست که فقط به عهده وزارت خارجه گذاشته شده باشه، و می‌گفتیم که اونچه که در خاورمیانه می‌گذرد بیشتر از اینکه در سیاست خارجی در کاخ سفید یا در در وزارت خارجه تعیین شه، قرار هست در پنتاگون تعیین بشه. آیا این سیاست، این موضوع مورد تایید شما هم هست؟ آیا فکر می‌کنید واقعاً بایستی شاهد برخوردهای نظامی جدیتری از سوی ایالات متحده آمریکا یا دست کم دیپلماسی نظامی در منطقه خاورمیانه از سوی آمریکا باشیم؟ ببینید، الان ما تقریبا حدود 3 ماهه که آقای ترامپ رئیس جمهور شده، بسیار نابسامان و آشفته بوده تا همین الان دولت ایشون در وزارت دفاع و در وزارت خارجه. اکثریت پست‌های مهم و معاونین هنوز تعیین نشدن و همین که معلوم نیست که چه کسی تصمیم میگیره. مثلا در یک هفته خانم نیکی هیلی یه چیزی میگفت، آقای تیلرسون یه چیزی میگفت، آقای ترامپ یه چیز دیگه میگفت، بعد یکی دیگه یه حرف دیگه میزد که نمیخوام بگم همه اینا قطع شده. یه روندی به نظر میرسه داره انجام میشه که از این بی‌نظمی داره خارج میشه، داره یه شکلی میگیره که شکلی بوده که متعارف آمریکاست. مهمترینش این بوده که شورای امنیت ملی آقای جنرال مکمستر که به اصطلاح اومدن، خیلی ها رو کنار گذاشتن، دارن نظم و ترتیب میدن و اتوریته ایشون هم بالاست. گفتم از اول با آقای ترامپ که من هر موقع بخوام میرم، بنابراین داره نظم و ترتیب میده، بسیار مهمه. دومی که اتوریته جنرال ماتیسه، به نظر میسه در بسیاری از موارد به خودمختاری داره آقای ماتیس، بنابراین به مقدار زیادی داره شکل میگیره. این اقدامی که امشب افتاده بسیار مهمه، ولی کماکان اینطور نیست که در مورد سیاست خارجی
به هنوز به این نجیه رسیدیم به کدوم سمت میره. بحران سوریه بحران لایه در لایه های بسیار مشکلات متعددی هستن که با یه حمله هوایی که تعیین تکلیف نمیشه که، ولی تأثیر میذاره، کارتهای جدیدی به آمریکا میده، دینامیسم رو عوض میکنه، همه اینا مهمه. بعد منتظر ببینیم از فردا به بعد چه خواهد شد. حمله هم حمله تنبیهی بوده، کاملا مشخصه، و ارسال یک پیام بوده. ارسال پیام اگه با سیاست و استراتژی همراه نباشه، دنبال نشه، بی‌نجیر میشه، بدتر هم میشه، چون دفعه دیگه هم میکنه، به شکلای دیگه هم انجام میده بشار اسد، وقت اون موقع برای آمریکا بد میشه. بنابراین به نظر من این که شورای امنیت ملی آمریکا داره شکل معمول و متعارفی رو میگیره که باید داشته باشه، این که جنرال ماتیس دستش بازتره، از این بی‌نظمی ها داره کم میشه در داخل کابینه آقای ترامپ، و این اقدامی که امشبه میتونه همه اینها نشانه از این باشه که به اصطلاح سیاست خاورمیانه ایشون داره شکل میگیره. برخورد بسیار دوستانه ای که آقای ترامپ با ملک عبدالله پادشاه اردن داشت، با جنرال سیسی داشت، با ولیعهد عربستان داشت، همه اینها نشان میده که سیاست سنتی آمریکا که اتحاد با متحدین سنتی عرب خودشون و اسرائیل داره تقویت میشه، شکافایی که در زمان آقای اوباما بود داره پر میشه. در این حال نیروهای نظامی آمریکا چه به سوریه و چه به عراق افزایش پیدا کردن. خب همه اینها رو شاید، میگم هنوز نمیشه با قاطعیت گفت، شاید بشه گفت که سیاست خارجی داره جهت میگیره و میشه امیدوار بود که از بی‌نظمی داره خارج میشه. ما دو تا نگرانی بود در حقیقت، یه خوبی داشت آقای ترامپ که مطمئن بودیم، دو تا نگرانی. خوبیش این بود که دیگه سیاست مماشات آقای اوباما کنار گذاشته شد، از این خیالم راحت بود. دو تا نگرانی بود، یکی نگرانی این که همه بی‌نظمی، بی‌تجربگی، که اینها در مقابله با بحران‌ها چه خواهند کرد. به نظر می‌رسه که داره به سمت نظم و ترتیب میره. نکته دومش اینه که به اصطلاح آیا سیاستی که ایشون در خاورمیانه میخواد بره عقب کشیدن از صحنه بین‌المللی، این که خود آقای ترامپ میگه ما دیگه پلیس دنیا نخواهیم بود، ما کاری دیگه نداریم، خرجم نمی‌کنیم، از این حرفاست، یا نه میخواد نقش رهبری رو داشته باشه. اگر این اقدامی که امشب شده در سوریه این ادامه پیدا کنه، نه حتی عملیات نظامی، یعنی فعالیت‌های دیپلماتیک در حمایت از این اقدام باشه، در همین مسیر باشه، میشه امیدوار بود که اون نگرانی دومی هم که ما داشتیم داره کم کم رفع میشه. بسیار سپاسگزارم آقای دایی. در آستانه ساعت 5 صبح در دمشق، ساعت 10 شب در واشنگتن و 7 شب در لس آنجلس هستیم. ساعت در تهران هم 6:30 بامداد هست. اگر بیننده زنده این برنامه هستید، اونطور که دوستان و همکاران هم میگن تنها شبکه تلویزیون فارسی زبان هستیم که به صورت زنده در حال گزارش حمله موشکی ناوهای ایالات متحده آمریکا به پایگاه نظامی بشار اسد در حومه حمص هستیم، و خوشحالم که این فرصت رو دارم تا این رویداد مهم رو به اتفاق دو کارشناس برجسته برنامه زمان انتخاب به خدمت شما عزیزان ارائه کنم. از طریق فیسبوک لایو این برنامه که در شبکه‌های مختلف در حال پخش هست، در فیسبوک شخصی من اندیشه، تلویزیون اندیشه، و همچنین فیسبوک آقای کوثر هم میتونید اون رو پیدا کنید، میتونید با ما در ارتباط باشید. امکان برقراری تماس تلفنی در حال حاضر با این استودیو نیست، متاسفم از دوستان، امیدوارم در هفته آینده بتونیم این کار رو انجام بدیم. اما همونجور که قول داده بودم، اینجا سوالاتی هم مطرح کردن دوستان. آقای کوثر، یکی از این سوالات این هست که آیا حمله نظامی امشب ایالات متحده آمریکا به سوریه احتمال ایجاد درگیری با روس‌ها هم همراه هست؟ آیا به هر حال کارکنان ارشد سیاست خارجی و نظامی ایالات متحده آمریکا خطر احتمال درگیری با روس‌ها رو هم در نظر گرفتند؟ من فکر می‌کنم که با توجه به شرایطی که وجود داره، آمریکا نخواد که درگیر بشه با روسیه. در طول چند هفته اخیر هم با اینکه ممکنه بحث‌های زیادی مطرح شده باشه در سنا در آمریکا در ارتباط با رابطه میان تیم ترامپ و روس‌ها پیش از انتخاب، پیش از در حقیقت ورود ترامپ به کاخ سفید،
و خیلی ها تمایل داشته باشن که میزان حساسیت بره بالاتر، اما فکر نمی کنم که آمریکایی‌ها بخوان تحت هیچ عنوانی درگیر بشن. و برخی حتی حدس میزنن این سکوت چند ساعته ای که دیروز وجود داشت در ارتباط با واکنش کاخ سفید و همچنین ترامپ نسبت به حمله شیمیایی اسد به شهر ادلب و کشته شدن کودکان و زنان و مردان در اون شهر، حدس می‌زدن که داره یک مذاکرات پشت پرده ممکنه انجام بگیره با روس‌ها و دارن مثلا صحبت می‌کنن که در حد تا چه حد برن جلو. میگم همه حدس و گمان است، اما یک نکته مهم رو اینجا من فراتر از این پرسشگر عزیز بخوام بیان بکنم. در یک دو روز گذشته چند نفر از در حقیقت اشخاص مهم مجلس سنای آمریکا مثل سناتور مک‌کین خیلی محکم اعتراض کردند به سکوت ترامپ و آمریکا در قبال اتفاقی که در شهر ادلب افتاد. و امروز همین شاید مثلا ربع ساعت پیش خبری رو The Hill منتشر کرده بود که در ارتباط با این بود که آقای مک‌کین با ترامپ در تماس است در ارتباط با مسئله سوریه و به ایشون مشاوره هم خواهد داد احتمالاً، و این مسئله مهمی است. یعنی اختلاف‌های بسیار تندی که وجود داشت داره رفع میشه و در ارتباط با همین مسئله مشاهده اتحادها یا حتی کوتاه مدتی میان برخی از رهبران سنا هستیم، چه حالا و همچنین خانم کلینتون هم بیان کرده که خواستار این شده که آمریکا مراکز مختلف هوایی نیروی هوایی سوریه رو حتما بزنه. و خب این به عبارتی شخص اول حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری گذشته هم داره به نحوی همراهی میکنه، و به نظر میرسه که در موقعیت فعلی این یک مومنتومی ایجاد بکنه برای ترامپ، برای هم سیاست خارجیش و هم سیاست‌های دیگرش. ولی این منتهی به این نخواهد شد به نظر من که بخواد تحت هیچ عنوانی با روس‌ها درگیر بشه. ممکنه یک چنگ و دندانی مثلا به همدیگه نشون بدن، اما من درگیری رو احتمالش رو نمیدونم. بسیار بسیار سپاسگزارم. نیکانگ کوسر از واشنگتن. آقای دایی، رژیم جمهوری اسلامی از بعد وقوع حوادث تلخ در سوریه از سال 2011 تا به اکنون پای ثابت تمام رویدادهای تلخی است که در این منطقه اتفاق افتاده، ولی با همه این حرفها هرگز نخواسته رسما مسئولیت‌های جدی در این زمینه رو به عهده بگیره، مگر این اواخر در برخی از عملیات‌های نظامی که دست کم با افشاگری کسانی مانند خود شما قابل پنهان کردن نبوده حضور جمهوری اسلامی در این ابعاد. آیا فکر می‌کنید در عملیات و استفاده از بمب‌های شیمیایی در مواردی که پیش آمده جمهوری اسلامی یا مشاوران نظامی جمهوری اسلامی به مقامات نظامی سوری مشاوره دادن یا اونها رو در این کار تشویق کردن؟ چه ارتباطی میتونه بین مقامات جمهوری اسلامی و حمله شیمیایی در ادلب وجود داشته باشه؟ عرض کنم که ببینید، ما 6 سال از شروع، یعنی درست ما 18 مارس 2011 که در درا شروع شد، در یه مدرسه شروع شد، تا الان 6 سال و چند روز گذشته دیگه. چند ماه بعد از شروعش، یعنی تقریبا در ماه جولای که بود، تقریبا در سراسر سوریه تظاهرات بود و میکشت بشار اسد، که در جولای ارتش آزاد تشکیل شد و فکر کنم اکتبر یا نوامبر به دم کاخ بشار اسد هم رسیدن. جمهوری اسلامی از همون 2011 وارد کار شده تا الان 500,000 نفر کشته شدن. لااقلش میشه گفت بیش از 20 بار حمله شیمیایی کرده، بعد با بشکه‌های انفجاری، هر چیزی شما بگید، به اصطلاح لوله های قوی رو برمی‌داشتن، اینها دراز رو برمی‌داشتن، توش ما منفجره میکردن، به هلیکوپتر می‌بستن، مینداختن رو مناطق مسکونی. هر جنایتی بگی کرده، یعنی جمهوری اسلامی نبوده اصلا. ارتش سوریه طبق برآوردهایی که میکنن، ارتش سوریه 20,000 نیرو فعال داره. جمهوری اسلامی سپاه قدس با افغانی‌ها و عراقی‌ها و اینها بیش از 60,000 نفر. فقط فاطمیون به گفته خود جمهوری اسلامی 18,000 نفر. یعنی اینا نمیدونن، شرکت ندارن تو این جنایات. حلب
بزرگترین جنایات در حلب انجام دادن، چند ماه که بتونن اونجا رو بگیرن. چه کسی اولین نفر رفت تو شهر حلب وقتی تخلیه شده بود بازدید کرد؟ قاسم سلیمانی. بغل دستش کی بود؟ بغل دست جنرال روسی بود که یه چند قدمی هم عقب رو میومد. یعنی چی؟ یعنی ما گرفتیم. خب معلومه در جنایت شریکه. ببینید حالا یه نکته رو من بگم، ما داریم حالا بحثایی میکنیم چقدر حمله کرده چی شده. ما ایرانی ها نگاه بکنید آقا زمانی عزیز، برید تو این سایت ها نگاه بکنید، حالا امشب بحث حمله است و فردا میاد شروع میکنن همون دکونایی که داشتن، سیاست کلنگی کردن آمریکا توسط خاورمیانه توسط آمریکا، از این حرفا یادتونه میزدن؟ بله. که آمریکا پشت سر همه حرفاست، در مقابل این همه جنایت سکوت کردن. ببینید 6 سال این جنایت شده، این جنایت فجیع چند پریروز تا حالا که بچه ها اینجور جلوی چشم تمام مردم دنیا بین رفتن، این بی بی سی تلویزیون صدای آمریکا چند تا برنامه گشتن، همه میان میگن خب آمریکا چیکار میکنه، بشار اسد چیکار کرده، پوتین چیکار کرده، همه جور دنیا بحثه. بالاخره جمهوری اسلامی که اولین قدرت نظامی اونجاست، 60,000 تا نیرو برده، بیشترین سهم در این جنایت داره، کدوم یکی این رسانه ها اومدن به سهم جمهوری اسلامی در این جنایات بررسی بکنن؟ جلسه میذارن که جنایات دهه 60 هم فراموش کنیم. ببینید همینه طنز تلخ. میدونید کجاست طنز تلخ؟ اینجاست که رئیسی جلاد قتل عام زندانیان سیاسی بعد از نزدیک به 30 سال داره کاندید ریاست جمهوری میشه در این نمایش انتخابات که میگن برین شرکت کنید، همزمان با حمایت جمهوری اسلامی این جنایت های فجیع میشه درسته. اینا با هم پیوند داره، جنایت در خارج داخل یکیه. من نشستن نگاه میکنن چقدر این جمهوری اسلامی در جنایت در داخل و خارج سهم داره. بعد برنامه میذارن که جنایت دهه 60 رو فراموش کنید چون مردم مطرح میکنن. راجع به جنایات جمهوری اسلامی تو سوریه هم که خب حرف نباید بزنیم، قاسم سلیمانی سردار عارفه. اینه ما بیان بگیم. ما حالا آمریکا ترامپ میخواد چیکار کنه، اون میخواد چیکار کنه، آثارش چیه، همه اینا درست بررسی بکنیم. بالاخره ما کشورمون، این حکومت که بر ما حکومت میکنه، سهم داره تو این جنایات. آخه ما ایرانی ها نباید اولین نفر باشیم که وقتی این بچه ها رو میکشن جلو دوربینا ما بیام اعتراض بکنیم؟ ببینید واقعا اصلا از نظر اخلاقی این جامعه باید چقدر سقوط بخواد باید بکنه. یعنی این فرهنگ ذلت رو ببینید چجور دارن جا میدازن، ببینید چجور جا میدازن که هیچی نگیم راجع به جنایات، هیچی. از پس وردا شروع میشه دکان انتخابات که بریم حالا به این رأی بدیم به اون رأی ندیم. اصلا انگار نه انگار که اون طرفش نگاه کنید کمی که یه جلاد داره میشه کاندید ریاست جمهوری، جمهوری اسلامی تو سوریه داره انقدر جنایت میکنه هیچکی راجع بهش حرف نمیزنه. واقعا اینو باید هی گفت، وظیفه اخلاقیمون رو باید بگیم. بسیار سپاسگزارم آقای دایی، انگوش روی جای گذاشتید که به هیچ تردیدی نقطه ضعف مشترک همه اهل سیاست در دنیای امروز هست، بحث اخلاق در سیاست. اما دو سناتور مطرح جمهوری خواه در کنگره آمریکا، سناتور مککین و سناتور لینسی گراهام، هم با انتشار بیانیه‌ای از اقدام پرزیدنت ترامپ در حمله تنبیهی بر علیه مواضع پایگاهی در استان هومس در سوریه که گفته شده از همین پایگاه اقدام حمله شیمیایی، استفاده از بمب‌های شیمیایی در استان ادلب طراحی و اجرا شده بود رو مورد تقدیر قرار دادند. آقای کوثر به شما برگردیم. اختلاف بر سر برخی از مواضع آقای ترامپ در کنگره آمریکا چیز تازه‌ای نیست، اما این حمایت یک پارچه از او دست کم در این سطح از رهبران کنگره جای نگاه ویژه داره. بیشتر از شما بشنویم در مورد همراهی کنگره با رئیس جمهوری در اقدام بر علیه آقای اسد. ببینید اینکه آقای ترامپ بالاخره اومد و اون خط قرمزی که بشار اسد رد کرده بود رو جدی گرفت و در پاسخ به یک اقدام شیمیایی، یک حمله شیمیایی به مردم سوریه اومد و واکنش این چنینی نشون داد، برای خیلی ها
به قول من زبان انگلیسی میگن که there's a new sheriff in town، یه کلانتر جدید تو شهر هست. و آقای ترامپ این رو بارها ادعا کرده بود که در حقیقت بازی عوض شده و دیگه شرایط گذشته الان در واشنگتن وجود نداره. اما همونطور که آقای دایی هم فرمودند، در طی چند ماه اخیری که آقای ترامپ بر رأس کاخ سفید نشسته، بسیاری از سیاست‌ها و بسیاری از اقداماتی که ایشون انجام دادن به نتیجه نرسیده، و چه در مورد اون ویزایی که شرایط سختی رو برای شهروندان چند کشور ایشون در حقیقت حکم حکومتی نوشت، و یا مسئله بهداشت عمومی که میخواست اوباماکر رو در حقیقت نقض بکنه که یک تغییراتی درش ایجاد بشه و عملا همراهی با ایشون صورت نگرفت به واسطه یک اقلیت محدودی از جمهوری خواهان که مقابل ایشون ایستاد، و همچنین مسائل مختلف مرتبط با در حقیقت روابطی که برخی از اعضای کمپین ترامپ پیش از ورود ایشون به کاخ سفید با روس‌ها داشتن. خب این هم باعث شده که فشارهای زیادی رو کاخ سفید تحمل کنه. اما مسئله مهمی هم که باز آقای دایی اشاره کردن این هست که افرادی مثل جنرال مکمستر که الان رئیس شورای امنیت ملی هست، و همچنین جنرال ماتیس و شخصیت‌های دیگر نظامی آمریکایی که الان در جایگاه خودشون یواش یواش دارن موقعیت خودشون رو تثبیت می‌کنند، این اقدام نظامی نشون میده که اونها به اون حدی از اطمینان خاطر رسیدن که میتونند کار خودشون رو انجام بدن، و از حمایت رهبران نظامیگرای در حقیقت سنا هم برخوردارن. این که مثلا مککین و لینزی گرام میان حمایت میکنن از این اقدام، در حقیقت یک چراغ سفید هم هست به رهبران پنتاگون و شورای امنیت ملی. نکته دیگرم اضافه بکنم، استیو بنن مشاور ارشد آقای ترامپ روز گذشته عملا حذف شد از شورای امنیت ملی آمریکا، و جنرال مکمستر اون رو کنار گذاشت. این خیلی سر و صدا کرد دیروز، و اینکه حالا حمله نظامی یک روز بعد از این اتفاق افتاده، ممکنه اون حساسیت نسبت به برکناری بنن رو تا مدتی زیر سایه ببره. اما این سوال هم به وجود خواهد اومد که چطور شد که حمله نظامی بعد از اخراج آقای بنن انجام گرفته. و مسئله دیگه هم در نظر بگیرید که داماد آقای ترامپ که یکی از مشاوران آقای ترامپ هم هست، سفری کرد به عراق و دیدارهایی کرد با رهبران نظامی عراقی و سیاستمداران عراقی و همچنین رهبران نظامی آمریکایی در عراق، و میشه حد زد که هماهنگی‌هایی ممکنه به وجود بیاد برای ماهای آینده، برای حملاتی که به مراکز داعش هم صورت خواهد گرفت. اینها رو بایستی فقط منتظر باشیم و ببینیم، و طبیعتاً هر امتیازی که دولت ترامپ بگیره و بتونه اقتدار بیشتری رو در عراق و سوریه نشون بده، به ضرر جمهوری اسلامی هم به نظر من تموم خواهد شد. بسیار ممنونم نیکوهنگ کوسر. روزنامه نیویورک تایمز دقیقاً ثانیه های پیش در خبر فوری که اعلام کرده، گفته از یک منبع مطلع در ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه مطلع شده که ساعتی قبل از حمله غافلگیر کننده به پایگاه های یک پایگاه مشخص ارتش سوریه، مقامات روسیه در جریان امر قرار گرفتند تا با جابجایی نیروهای روس و هواپیماهای خودشون از هر گونه تنش بین دو کشور آمریکا و روسیه جلوگیری بشه. همچنین این منبع مطلع به روزنامه نیویورک تایمز گفته که در حمله به مواضع شیمیایی و وزارتخانه احتمالی شیمیایی آقای اسد در برنامه کار قرار نداشته، و همچنین طرح حمله به این مرکز هوایی سالها پیش از این در ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا در منطقه خاورمیانه طراحی و ارائه شده بوده به کاخ سفید. برمیگردیم با همین سوال به شما آقای دایی. اون چه که اتفاق میفته نشون میده بر اساس گفته های نیویورک تایمز که این حمله بوده، یک طرح حمله است که سالهاست پروندهش بازه و بارها پیشنهاد شده به رئیس جمهور. چرا آقای اوباما از هر گونه برخورد یا هر گونه مداخله نظامی یا هر گونه تنبیه کشور سوریه آقای اسد
یا دست کم از عبور از خط قرمزی که خود او برای اولین بار مطرح کرد که استفاده از بمب‌های شیمیایی بود پرهیز کرد و هرگز تن به حمله نظامی نداد؟ خب ببینید، یه سری ملاحظاتی هستش که همه احزاب در واشنگتن دارن همشون، چون همون موقعی که میخواست حمله کنه آقای اوباما، وقتی تردید پیدا کرد به این بهانه که باید کنگره نظر بده یا مثلا تصویب بکنه، رفت به کنگره، کنگره مخالفت، اصلا هیچ کسی حاضر نشد با ایشون همراهی بکنه. برای من یه نگرانی کلی وجود داشت و اینکه بالاخره ما حالا که وارد میشیم آخرش چی، بعد از این حمله چی، فرداش چی، از صدگی بره کی میخواد جاش بیاد، چی جوری با جمهوری اسلامی چیکار کنیم. عرض کردم لایه‌های مختلفی داره بحران سوریه. بحران سوریه جدا از بحران عراق نیست، جدا از بحران عرب یمن نیست، همه اینا به هم ربط داره. بنابراین نمیشه که همینجور با یه حمله کل مسئله رو که حل کنه، که باید یه استراتژی باشه. اگه حمله در چارچوبی استراتژی نباشه بی‌معناست، حتی ممکنه تبعات منفی داشته باشه. یعنی شما حمله میکنید دفعه بعد بدتر میشه، اگه شما واردش بشی خب همینجوری زنجیروار وارد درگیری میشی، اگرم نکنی که خب بدتره. بنابراین اینا رو به این حساب کلی بود که میکردن. یه حساب دیگه ای هم داشت آقای اوباما سال 2013 2012 و 13 که در مقابل این خط قرمز هیچ کاری نکرد و جنایات رو تحمل کرد، به طور کلی جمهوری اسلامی بود. یعنی من یادمه که خاویر سولانا یه کنفرانسی بود در کنار گری سیمور که اون موقع به اصطلاح مشاور ارشد کاخ سفید در مسئله مذاکرات هسته‌ای بود، در کنار هم بودن، رسما گفت خاویر سولانا در حضور همون گری سیمور، گفت که از دلایل تردید آقای اوباما در مسئله سوریه و کاری نمیکنه اینه که نکنه سازش هسته‌ای به هم بخوره، یعنی همینجور زنجیروار این درگیری ها اضافه پیدا بشه، با جمهوری اسلامی تنش افزایش پیدا کنه و به هم بخوره. یعنی ایشون و تصور میکرد آقای اوباما که با سازش هسته‌ای و لغو تحریم ها روحانی دستش بازتر میشه و از این حرفایی که همیشه میزنن و بسش کردیم. بنابراین یه دلیل مهم بود، بنابراین دو تا دلیل بود، یکی دلیل کلی که چه جمهوری خواه چه دموکرات ها در واشنگتن عموما باش موافقن که خب که چی، بعدش چی، چی کار باید کرد، استراتژی کدومه، تردید دارن. دومش نظر آقای اوباما بود که سازش هسته‌ای و نزدیک شدن به جمهوری اسلامی رو خدشه‌دار نکنم. خب این کمک کرده به تعمیق بحران. مثلا در سال 2012-2013 ارتش آزاد و نیروهای معتدل خیلی قوی تر بودن، الان خیلی ضعیف ترن. الان خب داعش که تقریبا رو به نابودی خواهد رفت، در این تردید نباید کرد، ولی جبهه نصر و گروه های مشابهش در اونجا ده ها هزار نیرو دارن در جاهای مختلف سوریه و بحران سوریه ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین تمام اینها به هم ربط داره. تردیدهای آقای اوباما بسیار مضر بود، ولی اینجور نیست که در واشنگتن کمی الان صحبت میکنیم همه خواهان درگیری نظامی، نخه اینطور نیست. این یک حمله محدود بوده، اینطور که من الان نگاه کردم به یک پایگاه هوایی بوده، درگیری نظامی افزایش پیدا نخواهد کرد. بنابراین باید ببینیم به اصطلاح روش دیپلماتیک که از فردا شروع خواهد شد و آثارش چه، آیا همین مسیر رو ادامه میده آقای ترامپ، منظورم حمله نیستا، یعنی قاطعیت ایستادن، مرز کشیدن با ترامپ و ایفای نقش رهبری برای آمریکا، چون حرفایی هم که آقای ترامپ امشب زده که ما نمیتونیم اجازه بدیم که کسی از این گازهای شیمیایی و از این مواد استفاده کنه. یعنی چی؟ پس ما این مسئولیت بین‌المللی داریم دیگه، نه؟ مگه ایشون نمیگفت که ما پلیس نیستیم؟ پس الان میگه ما مسئولیت داریم، بنابراین میخوام به مسئولیتمون ایفا نه. مسئولیتمون رو انجام بدیم، بنابراین میخوام نقش رهبری آمریکا رو ایفا بکنیم. اگه تو این مسیر باشه دیپلماتیک، این یه تحول جدی در واشنگتن خواهد بود. بسیار سپاسگزارم آقای دایی عزیزم. نیکو هنگ، اشاره کردی که روزنامه های ایران و خبرگزاری داخل ایران رو رصد میکنی، آیا خواب صبحگاهی بامداد روز جمعه از چشم خبرگزاری های داخلی ایران برطرف شده یا نه هنوز ما شاهده هیچ گونه واکنش داخلی از سوی داخل ایران نیستیم؟ من همین الان دارم خبرگزاری فارس رو نگاه میکنم در مورد اون بحث جمنا یا جبهه
نیروهای مردمی ملی است. الان ترامپ در حال بررسی گزینه نظامی علیه سوریه است. این یک خبری بوده که اینا چند ساعت پیش داشتن و هنوز تغییری نکرد. حالا خبرگزاری دیگر نگاه میکنیم. من یه نکته رو میخوام اینجا اضافه بکنم. در طول چند سال گذشته بارها و بارها ما از افراد مختلف نزدیک به وزارت خارجه و اتاقهای فکر این رو شنیدیم که آقای اوباما به دلیل اینکه نمیخواست رابطهش با روسیه به هم بخوره در ارتباط با توافق هسته‌ای و نمیخواست با هیچ مقاومتی از سوی روسیه روبرو بشه برای رسیدن به توافق نهایی در حقیقت قدرت‌های 5+1 با ایران، مجبور شد بارها و بارها کوتاه بیاد. و این کوتاه آمدن رو ما در حقیقت اینکه مجبور شد حرف خودش رو نقض بکنه وقتی گفته بود که آقای اسد اگر حمله شیمیایی بکنه ما حتماً مقابله خواهیم کرد و اقدامی خواهیم کرد، و اگر خاطرتون باشه همون زمان آقای جان کری هم خیلی مردد بود در پاسخگویی که خانم کلینتون در دیدارهای غیر رسمی که بارها داشت انتقاد کرده بود از اینکه کوتاهی کرده آقای اوباما در قبال سوریه. این سیاست نشون میده که تغییر کرده در دوره آقای ترامپ. مسئله دیگری هم که وجود داشت نگرانی ها در ارتباط با به هم خوردن توافق هسته‌ای و یا به هم خوردن توافقی که میتونست ایجاد بشه بین جمهوری اسلامی و دولت اوباما. اون کسانی که آقای دایی به عنوان لابی اونها رو خیلی خوب میشناسه، خب طبیعتاً بحث های زیادی رو مطرح کردن. گروه های ضد جنگ هم که به برخی از این گروه های چپ هم در آمریکا خیلی ارتباط دارن، خب طبیعتاً تغذیه میشدن از این دیدگاه ها. من فکر میکنم در طول چند روز آینده این گروه های ظاهرن ضد جنگ ساکت باشن. مسئله دیگر این هست که در طول چند روز گذشته میبینیم برخی از فعالان مثلا داخلی ایرانی که حالا ممکنه گرایش طرفدار جمهوری اسلامی داشته باشن یا گرایش چپ داشته باشن، زیر سوال بردن که آیا آقای بشار اسد اومده به حمله شیمیایی رو مرتکب شده نسبت به شهروندان سوری، و اینها بارها و بارها این رو مطرح کردن و حتی در شبکه‌های اجتماعی برخی از اینها ادعا کردن که سوری ها اومدن حمله کردن به جایگاه در حقیقت بمب‌های شیمیایی اپوزیسیون سوری و به خاطر اینکه اونجا رو زدن این گاز سارین و دیگر گازهای شیمیایی پخش شدن و باعث از بین رفتن جان کودکان و زنان و مردان شدن در اونجا. من چیزی که بحث می‌کردم با برخی از این افراد در شبکه‌های اجتماعی این بود که شما از وقایع 1400 سال پیش انقدر مطمئن هستین با تمام جزئیات، اما چیزی که داره همین الان اتفاق میفته و شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های تلویزیونی دارن نشون میدن و شواهدی ازش وجود داره، اون رو قبول نمی‌کنید. مسئله مهم این است که بسیاری از افراد بر اساس ایدئولوژی اخبار رو دنبال میکنن، نه اینکه بخوان واقعیت‌ها رو جستجو بکنن. درسته شبکه‌های خبری ممکنه اشتباهات زیادی رو منتشر بکنن، نمیشه غافل بود، همیشه اشتباه وجود داره در کار شبکه‌های خبری، اما نه دیگه تا این حد. و به نظر من الان این گروه‌هایی که کارشون در حقیقت گستراندن اخبار نادرست هست با یک شکست بزرگی روبرو خواهند شد هرچی پیشتر میریم. بسیار سپاسگزارم نیکانگ کوسر. آقای دایی، آقای کوسر خیلی اشاره درستی کردن به گروه‌های ضد جنگ و اینکه توی این شرایط دفاع از آقای اسد دفاع مسخره است، کما اینکه ادعای حمله موشکی یا حمله بمباران هوایی مرکز تولید گازهای شیمیایی از سوی مخالفان اسد هم دست کم شباهت بسیار زیادی داشت به همون کتک خوردن یک بسیجی در عاشورا به وسیله علی خامنه. یعنی سبک ادبیات تبلیغاتی رژیم اسلامی در تهران که هممون برامون آشناست. فکر میکنید توی شرایط فعلی گروه هایی که از لابی های رژیم بودند و همواره کوشیدن در 4 سال گذشته 5 سال گذشته در سیاست خارجی آمریکا به نفع رژیم اسلامی تأثیر بگذارند و منافع ملی ایرانیان رو به خطر بندازن، چه واکنشی عیناً به این مسائل امروز در این شرایط نشون بدن؟ عرض کنم که ببینید، این که بشار اسد از گاز شیمیایی استفاده کرده، حالا من این که ما بخوام با این کسانی که زیر بارش منطقی نمیرن بخوام بحث بکنیم که احتیاج هم نیست بحث بکنیم، که
همه جامعه بین‌الملل میگن اسد بوده، بار اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، آخه یه بار 20 بار تا بار بیشتر گاز شیمیایی زده، همیشه هم متوجه این بوده. کار به جایی رسید که هاشمی رفسنجانی در تابستان 92 در نزدیک آمل سخنرانی که خودش گفت، ویدیوش هست، که اسد داره به مردم خودش گاز شیمیایی میزنه دیگه. وقتی به هاشمی رفسنجانی هم بیاد بگه دیگه، اینه که همه دنیا نه، حالا به این دوستانه که اسم چپ و سول طلب رو خودشون گوشتن، اینا مشکلشون آمریکاست، اینا مشکلشون نه صلح، مشکلشون نه ترقی خواهی، نه هیچی، مشکلشون آمریکا، با آمریکا و سیاست خارجی آمریکا دشمنی دارن، مسئله دارن، بخشش هم انتقاداتش درسته، انتقاد میکنن، مشکل دارن. وگرنه آخه شما ببینید چجوری میشه. داشتم با دیروز با یکی صحبت میکردم، مثلا BDS بایکوت دایورس سانکشن، یعنی اسرائیل رو هم بایکوت کنید، هم تحریم کنیم، هم سرمایه گذاری اونجا نکنید کسی، درست؟ مثلا یکی جمهوری اسلامی در تهران کنفرانس میذاره برای همین بایکوت و اینا، یا BDS جمهوری اسلامی، چپای آمریکایی پشت رفتن اونجا، حالا دست راستیا و نئونازیا جمع میکنه بماند. بعد همین چپ هایی که اسم خود چپ گوشتن رو خودشون، از آمریکا پا میشن میرن اونجا تو اون کنفرانس که اسرائیل رو باید بکنیم، خب حالا بیام روی صفحه کاغذ بنویسیم بگیم اسرائیل چه ظلمی در حق فلسطینی ها کرده، این جمهوری اسلامی در حق سوریه ها و عراقی ها و یمنی ها و ایرانی ها بالاتر از همه چه جنایاتی کرده و میکنه. یعنی اگه به تحریم باشه که خب جمهوری اسلامی باید 100 برابر تحریم کنن که، ولی همینا، همین مثل کودپینک، گروه کودپینک یکیش که همیر ایرانو برای بی دی اس خوشن هلاک میکنن، صحبت تحریم جمهوری اسلامی که میشه، بیاد ببینید تو کنگره آمریکا چیکار میکنن، با زنجیر خوشنو میبندن، گریه میکنن، جیغ میزنن که نه جمهوری اسلامی تحریم نکنید. ببینید این صحبت جنگ و صلح و اینا نیست، این مشکل یه چیز دیگه هست، مشکل یه چیز دیگه هست. حرف مقالات اکبر گنجی رو بخونید، یکی در میون به اسرائیل باید یه فوش و ناسزا بده. مشکل ها تو ذهن این برخی از این آقایون که اسم چپ و حالا نوع مذهبی چپ مذهبی این که، یعنی اصلاح طلبایی که خط امامی بودن، چپی بودن، حالا دموکرات هم شدن، یه ملغمه عجیب غریب اینان، ولی دشمنی و نفرت با اسرائیل تکون نمیخوره در ذهنشون. یکی از دلایل دشمنی با آمریکاشون هم همینه ها، همینه، دشمنی با اسرائیل، نفرت از اسرائیل، نفرت خونی از اسرائیل، همینه که ببینید نتانیاهو یه پیام میده که آقا مثلا مردم ایران باید شلوار آزاد بپوشن، لباس آزاد، حالا اون برای تبلیغات داره این میده. چرا شما اینقدر حرص میخورید؟ همه کارزار را میزن علیه نتانیاهو، حرف بدی زده، گفته مردم ایران نمیتونن موسیقی گوش کنن، لباس آزاد نمیتونن بپوشن، این دشمنیه، این نفرته. بنابراین به این حرفا فردا شما خواهید دید شروع میکنن، حمله موشکی آمریکا، جنگ شروع شد، ترامپ جنگ طلبه، نمیدونم همه این دکونا شروع خواهد شد. جمهوری اسلامی هم خیلی روی اینا حساب باز میکنه، خواهید دید از فردا. قطعا همینطور هست آقای دایی، برمیگردم بهتون. اما نیکانگ، یکی از مسائلی که بینندگانمون در شبکه‌های مجازی دارن با همون مطرح میکنن این هست که آیا شرایطی که الان با حمله آقای ترامپ در هژمونی قدرت در منطقه ایجاد میشه ممکنه در سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در ایران تأثیر بگذاره؟ به هر حال میدونیم که ابراهیم رئیسی وارد ماجرا شده و ورود رئیسی به عنوان کسی که از او به عنوان گزینه جانشین علی خامنه ای یاد میشد میتونست تمام قواره بازی سیاست در ایران رو عوض کنه. آیا ممکن هست ما این وسط شاهد اتفاقات تازه‌ای باشیم؟ در مورد انتخابات ریاست جمهوری هر احتمالی رو بایستی در نظر گرفت، اما در نظر بگیریم که هر کسی هم که رئیس جمهوری بخواد بشه در ایران، آقای خامنه ای بیشتر از اینکه به اون به عنوان یک قدرت نگاه کنه، به عنوان یک دستیار بهش نگاه میکنه. یک، دو،
به نظر من البته بر اساس مشورت ها بحثایی که با بحثای مشورتی که با برخی از تحلیلگران کردم در داخل ایران و خارج از ایران نکات مختلفی برام مطرح شد از سوی این دوستان. یکی از این نگاه ها که جالب بود این بود که اگر آقای رئیسی به ریاست جمهوری برسه ممکن هست اون ایده جانشینی آقای خامنه ای به وسیله در حقیقت مجتبی خامنه ای مجدداً مطرح بشه. این یکی. دو، احتمال داره که اون بحث پارلمانی شدن جمهوری اسلامی که چند سال پیش مطرح شده بود مجدداً جدی بشه، که در حقیقت اون انتخابات در ایران یک انتخابات پارلمانی باشه و رهبر مثلا حزب اکثریت قدرت رو در دست بگیره. اگر رئیس جمهوری هم ما داشته باشیم، رئیس جمهوری مثلا برفرض بگیم یک چیزی مثل آلمان بشه که عملا خیلی ظاهری از هیچ نقش خاصی رو ایفا نمی‌کنه، یا مثل در اسرائیل که رئیس جمهور عملا قدرت خاصی نداره در برابر نخست وزیر که معمولا رهبر حزب برتر هست، یا اون اقلیت ائتلاف اقلیت‌ها رو مثلا میاد رهبری می‌کنه. در نظر هم بگیریم که آقای رئیسی روابط خیلی قدرتمندی داره با افراد مختلفی در سپاه، و طبیعتاً افرادی در سپاه که میخواهند حالت اون فرمت اقتدار جمهوری اسلامی حالا خودش نشون بده، شاید بعدشون نیاد که یک تغییری در سطح بالایی قدرت ایجاد بشه. اما طور هم که در روزهای گذشته خوندیم آقای قالیباف اظهار تمایل کرده که کمک بکنه به هر شکلی که دولت فعلی نتونه پیروز بشه در انتخابات. اینها رو در نظر داشته باشیم که حاکمیت در نهایت چیزی که براش مهم هست مشارکت رای دهندگانه، و رای دهنده برای حاکمیت نهایتاً یک عددش مهم هست، نه انسانیت افراد و نه شخصیت افراد. در نتیجه استفاده ابزاری که از رای افراد خواهد کرد، چه آقای روحانی رئیس جمهوری بشه و چه آقای رئیسی به قدرت برسه، نهایتاً به دنبال اهداف خودش خواهد بود. ممکن هست این شرایط که داره اتفاق میفته الان در سوریه و بازی جدید آقای ترامپ و دستیاران نظامیش و مثلا پنتاگون باعث بشه که جماعت سپاهی بتونن از این موقعیت برای خودشون یک امتیازی کسب کنن. ممکن هست فرضاً آقای رئیسی از امکانات آستانه قدس رضوی بتونه استفاده بیشتری ببره برای تبلیغات. همه جور اتفاقی ممکن هست بیفته. میدونیم که داریم درباره جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که غیر قابل قابل پیش بینی ترین چیز در جمهوری اسلامی غیر قابل پیش بینی بودن بسیاری از وقایع هست. بسیار متشکرم آقای دایی عزیزم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اولین واکنش بعد از حمله گفته که اونچه که در حمله به سوریه رخ داده در راستای حمایت از منافع ملی ما بوده. آیا به راستی منافع ملی آمریکا در سوریه در خطر قرار گرفته بود، یا اونچه که اتفاق افتاده بیشتر در راستای حفظ منافع؟ نمیدونم، این جمله برای من کمی گنگ یا به عبارتی خیلی کلیگویی به نظر میرسه. از سوی دیگه برخی کارشناسان هم معتقدند که حمله های امروز تاثیر چندانی در روند فعالیت ارتش سوریه نداشته، و همچنین معاون نماینده دائم سوریه در سازمان ملل هم اعلام کرده که عواقب بسیار منفی حمله آمریکا به سوریه ممکنه دامنگیر تمام کشورهای منطقه از جمله خود نیروهای آمریکایی در منطقه بشه. این ابعاد رو چگونه بررسی می‌فرمایید؟ عرض کنم که به نظر من خب خیلی زوده. اولا خب حمله محدود بوده، تمام هم شده، یعنی نزدیک 60 موشک به یه پایگاه هم متکی زدن. قبلش هم با روسیه تنظیم کردن که هواپیمای روسی اونجا نباشن، و حالا چه میزانم خود به اصطلاح بشار اسد هواپیماشو از اون پایگاه خارج کرده بوده که خود اونم مورد حمله قرار نگیره، معلوم نیست. حالا بعد ببینیم تا فردا چه خواهد شد. خب از نظر سیاسی به آقای ترامپ در داخل آمریکا وجهه میده، بهش اعتبار میده، به خصوص الان که از نظر نظرسنجی ها بسیار پایینه، ایشون که در تاریخ آمریکا بی سابقه است، برایش نکته بسیار مثبتیه. دستش رو در سیاست خارجی هم بازتر میکنه، این بسیار مهم. ولی عرض کردم این اثر روانی میذاره در تحولات سوریه، در این تردید نباید کرد، در این تردید نباید کرد. اثر مثبت میذاره، متحدین آمریکا رو تشویق میکنه،
این خیلی بسیار مهمه و تأثیر خواهد گذاشت چه در بحران سوریه، چه در بحران عراق و چه در یمن. بسیار مهمه. ولی اگر با همراه با سیاست منسجم، استراتژی منسجم نباشه، خیلی زود بی نتیجه خواهد شد، حتی میتونه برعکس بشه، آثار منفی داشته باشه. بنابراین بعد ببینیم چه خواهد شد. اثرات مثبت بسیار زیاد داره. من فکر می‌کنم یکی از اثراتش این خواهد بود که در داخل ایران به اصطلاح منتقدین رو، به اصطلاح دست منتقدین رو بازتر میکنه. ببینید جمهوری اسلامی وقتی که شروع کرد دخالت در اونجا سال 2011 و 12 تا پایان 2012 انتقاد زیاد میشد. عرض کردم یکیش خود رفسنجانی بود و مرتب میشد. فضا رو بلافاصله بست، خود رژیم نذاشتن کسی دیگه اعتراض بکنه. اخیرا دوباره اعتراضاتی شروع شده. یه چیزی من پیدا کردم، امشب فرصت نشد، یه حالا هفته دیگه صحبت چی میکنه. مصطفی زهرایی مسئول مدیر کل راهبردی دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه است، یعنی مسئول وزارت خارجه است. یه مقاله نوشته، الانم فکر کنم هنوز هست در سایت دیپلماسی ایرانی که مال دیپلمات های سابقه که صادق خرازی اداره میکنه. اسم مقاله ببینید چیه؟ معضل بزرگ استراتژی خروج از سوریه. بعد اون تو توضیح میده، میگه ما خوشبین بودیم که جنگ در سوریه کوتاه مدت خواهد بود و دشمن ضعیف است و میتوانیم به سرعت کار را تمام کنیم. و بعد توضیح میده، میگه گیر افتادیم، نمیتونیم چجوری بیام بیرون، داره سرمونم کلا میره. ببینید این حرفا زیادتر خواهد شد در داخل. خامنه‌ای و سپاه رو بدون تردید تضعیف کنه. چرا؟ چون بالاخره معلوم شد یکی هم هست که سنبهش پررورتره. چون این طرف اون گفت سنبه من و اسد و پوتین میکشیم، هر کاری هم میکنیم، هیچ کی نمیتونه حرف بزنه. الان نه، یکی اومده میگه آقا من مجازاتم میتونم بکنم، فعلا این یکی رو داشته باشین سیلی رو تا بعد. خب این پیامش چیه؟ پیامش اینه که تو نمیتونی تو هرج خاصی بری. این میتونه به این به اصطلاح اعتراضات داخل سیستم رو نسبت به اون افزایش بده. بسیار سپاسگزارم، برمیگردم بهتون. آقای دایی عزیزم، نیک آهنگ، از سوی دیگه برخی منتقدان دولت حسن روحانی از جمله برخی وابستگان به نیروهای نظامی مثل حسن عباسی یا سعید قاسمی از ادبیات تند و شریعت مداری بیشتر کیهانی استفاده می‌کردند در حمله به حسن روحانی که چرا با غربی‌ها به مذاکره و صلح رسیدی و همواره خواستار حملات و حرکات تهاجمی‌تر و به عبارتی جنجال برانگیزتر بودن و میگفتن ما هر وقتی حمله کردیم اونها عقب نشستن، هر وقتی ما عقب نشستیم اونها توقع خودشون رو بیشتر کردن. دست این آدم ها در شرایط فعلی با این حمله معنادار کاخ سفید به سوریه تا چه اندازه بازتر یا بسته‌تر در مناسبات داخلی و فشار روی مردم و دولت خواهد بود؟ همه اینها رو باید در روزنامه های شنبه صبح عملا جستجو کنیم و همینطور ببینیم در نماز جمعه امروز به وقت تهران امام جمعه چه حرفی خواهد زد. مسئله دیگر هم که باید توجه بکنیم این هست که ببینیم در شبکه‌های اجتماعی چه خواهد گذشت. با این حال بایستی دید که همونطور که آقای دایی هم گفتن این یک حمله بود، یعنی یک حمله محدود بود. باید ببینیم دامنه این حملات به کجا خواهد انجامید، آیا متوقف میشه یا باز هم ادامه خواهد داشت. الان رهبران سنا و برخی از سناتورهای مطرح مثل روبیو یا آقای کورکر که رئیس شورای در حقیقت کمیته امنیت، کمیته روابط خارجی سنا هست، همراهی کردن با اقدام دولت آقای ترامپ و به نظر میاد باد پشت بادمانهای آقای کشتی آقای ترامپ داره میوزه و به اون سمت ممکنه حرکت بکنه. ولی بایستی صبر کنیم و ببینیم. اینم در نظر بگیرید که وزیر خارجه آمریکا آقای تیلرسون نسبتاً بعد از مدت‌ها یکم تند رفت نسبت به روس‌ها و اومد و گفت که روس‌ها وظیفه خودشون رو نسبت به اسد و اینکه قرار بود اسد بمب‌های شیمیاییش رو در حقیقت جمع‌آوری بکنه و دیگه سلاح‌های شیمیایی رو نداشته باشه، در این قبال کوتاهی کردن بر اساس اون توافقی که سالها قبل شده بود. به نظر من بایستی باز هم صبر کنیم و ببینیم به کجا می انجامه. اگر آقای ترامپ ببینه از این موقعیت میتونه استفاده بکنه و میتونه در صد روز اول خودش امتیاز زیادی کسب بکنه، شاید
شاید باز هم شاهد حملات دیگری باشیم. البته بایستی بهانه لازم براش به وجود بیاد. البته بدونید که آمریکایی‌ها در گذشته از بهانه‌های غیر واقعی هم استفاده کردن، مثل سال 2003 و دیدیم که جنگ عراق چگونه شروع شد و بعدا معلوم شد هیچ سلاح کشتار جمعی نبود. اما این چیزی که الان وجود داره، آثاری که وجود داره از سلاح‌های شیمیایی که استفاده شده علیه کودکان در علیه کودکان و زنان و مردان در سوریه، خب چیزی نیست که به راحتی بشه پنهانش کرد. در داخل کشور هم تندروها طبیعتاً مایل هستن از این موقعیت استفاده کنن برای اینکه بالا پر خودشون رو یکمی تکون بدن و قدرتی که در طول چند سال گذشته از دست دادن به نمایش بگذارن. همونطور که میدونید آقای روحانی نتونسته بسیاری از قولهای خودش رو عملی بکنه در طول چند سال گذشته، با وجودی که برجام عملی شد، اما قولهایی که آقای روحانی داد در حوزه اقتصاد عملا نتیجهش رو شهروندان ندیدن. در حوزه‌های مختلف از جمله مثلا چیزی که حالا من هم بیشتر بهش توجه میکنم، ماجرای آب و دریاچه ارومیه هیچ اتفاق نیفتاده، بودجه ها تخصیص پیدا نکرده به جاهایی که باید تخصیص بکنه و خیلی از چیزها در حد فقط ادعا و تبلیغ هست و ممکنه باز آقای روحانی بیاد در تلویزیون و بگه ما چنین کارهایی کردیم، کارنامه ما این چنینی است و منتقدان ما نمیفهمند. ولی باز نتایج رو مردم هنوز نتونستند لمس بکنن در بازار واقعی کشور و سبد غذاشون هنوز خیلی ها خالی هست. بسیار سپاسگزارم آقای دایی. با اینکه ماجرای سوریه بسیار داغ هست و طبیعتاً توقع بسیار از بینندگان ما بحث روی این ماجرا هست، اما نمیشه از کنار جنایت‌های رژیم اسد بدون توجه به معلم او، یعنی جنایت‌های رژیم اسلامی در ایران عبور کرد. دهه 60 و زندان‌های دهه 60 و قتل عام بزرگ سال 67 بخشی از پرونده‌ای است که امروز با وجود آقای رئیسی در حقیقت فضای انتخابات ایران بیشتر از قبل در افکار عمومی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران مطرح میشه. آیا واقعاً میشه گفت که اون چه که در زندانهای سال 1367 ایران رخ داده مشابه چیزی است که سالها بعد، بیش از 30 سال بعد، در زندانهای رژیم اسد همین در سال گذشته، سالهای گذشته تر رخ داده و مشاهده فجایع متعددی بودیم که نیروهای آقای اسد اونها رو به اجرا گذاشتند؟ ببینید یه نکته هست، ماهیت این جنایات که داره انجام میشه که حد و مرز میشناسه، هیچ یعنی برای خودش هیچ محدودیتی قائل نیست، دست خودش رو باز میبینه. حالا توجیهاتش هم که هر جور میخواد بکنه، این با توجیه حزب بعث سوسیالیست سوریه میکرد، از پدرش شروع کرد، ده ها هزار نفر رو کشت قبلا در شورشی که فکر سال 90 بود 91 بود، اینم پسرش که دیگه صحبت از چند صد هزار تا میکنه، همکارش که جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی توی 38 سال نگاه بکنه دیگه کجا در جنایت ترمز کرده. این که میبینید الان مثل دهش از نمی کشه، نه که ماهیتش عوض شده، ابزارهای جدید سرکوبی داره که هنوز نیاز پیدا نکرده اونجوری بکشه، به اون تعداد بکشه. مثلا تظاهرات که شروع شد سال 88، خب روز اول که نمی کش که، 30 خرداد شروع کرد کشتن، نزدیک 100 نفر، بعضی هم میگن نزدیک 100 نفر رو کشت. یعنی قدم به قدم میاد، هر جا نیاز باشه میکشه، اولش با چماغ کش میزنه، زنجیر کش و قم کش میاره، گازش اشکاور میدنه، همه کار میکنه، بعد میکشه. نشد مطمئن باشید همون کاری که در زمان رفسنجانی در اسلام شهر و مشهد و قزوین کردن، با هلیکوپتر مردم بستن به گلوله. خب اینا این همون ماهیته که میره در سوریه اینجوری جنایت میکنن، یه شهر رو با هزاران نفر زن و بچه محاصره میکنن، در گرسنگی از بالا به سرشون بمب میزنن. خب همون جانیه دیگه، این دروی یه سکه است، دروی یه سکه است، تردید نکنه. اینا خود هفت جمهوری اسلامی میزنه دیگه، این کاملا مشخصه. یه گزارش من درست کردم در مورد پولایی که اینا خرج میکنن، داشتم گوش میکردم به حرفای همدانی، حسین همدانی که بسیج رو در اونجا درست کرد. این آقا ببینید تنز کجاست، هم که شما میگید بسیج تهران معاون کل بسیج همدانی بود، حسین همدانی، پاسدار حسین همدانی، فرمانده قرارگاه محمد رسول الله هم در تهران بود، یکی از ارشدترین فرماندهان سپاه بود.
این رفت در سوریه چیکار کرد؟ بسیج نیروی دفاع وطنی اونجا رو درست کرد که همین جنایات، اصلا جنایات که نیروی دفاع وطنی میکنه بی حسابه، به هیچ که حساب پس نمیدن. یعنی میلیشیاهاشون در همه شهرها میرن مردم غارت میکنن، تجاوز میکنن، هر کار دلشون بخواد میکنن. یعنی آقا بسیج تهران اون جنایات رو سال 88 کردن در حق مردم، حالا رفتن در سوریه میکنن. اینا دروی سکن. بعد حسین همدانی تو این ویدیو میگه که ما اگه نبودیم که بشار اسد رفته بود، که میگه خودش میگه، میگه نامه ای که بشار اسد به آقا یعنی به خامنه ای نوشته رو نگاه کنی، معلومه اونا که پایینن حتما سپاهی هن دیگه، چون کسی نامه رو که نیده که. میگه نامه یه سرباز به فرماندهش، میگه قدردانی که کرده از آقا بیا ببینی چی جوری. خب راست میگه، جنایات اینا اونجا کردن دیگه. حالا تو عراق هم نکردن، یکیش اینه که از کردم باران صحبت کردیم، هادی آمری اینا بین سال 2004 تا 2007-2008 تو این رودخونه فرات نزدیک بغداد جنازه پیدا میشد، سنی ها رو دستگیر میکردن میکشتن همینجوری. تو یکی از این گزارشات ویکیلیکس که به اصطلاح گزارش وزارت خارجه آمریکاست، قبل از به اصطلاح سفر یه هیئت عراقی به کاخ سفید توجیه کرده که این گروه ها کیان. میگه این هادی آمری رئیس سازمان بعد که عضو سپاه قدسه، این شخصا در قتل 2000 نفر دست داشته از سنی ها، و شیوه مورد علاقش برای کشتن مخالفین در زندان همین سنی ها با مته میکرده تو پیشونیشون، تو جمجمه شون. خب این همون جانوران که در تهران به زنان زندانی تجاوز میکنن، هزاران هزار نفر رو جرد چند هفته میکشن، در سوریه این جنایت رو میکنن، در عراق هم مته میکنن تو جمجمه آدم ها. همونه، جنایت همونه. بسیار سپاسگزارم آقای دایی. آقای ترامپ در سخنان خیلی کوتاهی که کمتر از 20 دقیقه پیش اون رو ایفاد کردن در خصوص همین حمله نظامی بعد از رسیدن به فلوریدا، مشخصا گفتند که از همه کشورهای جهان و حامیان صلح و کسانی که در گروه های صلح فعالیت میکنند میخواهیم تا در جنگ سوریه به ما بپیوندند و به این خونریزی در خاورمیانه برای همیشه پایان بدن. نیکا هنگ، 2 دقیقه داریم تا پایان برنامه امشب. آیا فکر میکنید این جمله آقای ترامپ یعنی این سناریو ادامه دارد و بایستی شاهد عملیات های نظامی و فعالیت های دیگر بر علیه رژیم اسد در منطقه خاورمیانه باشیم؟ آقای تیلرسون وزیر خارجه همین امشب اعلام کرده که در چارچوب مذاکرات ژنو تلاش خواهند کرد برای برکناری اسد، بر خروج خارج کردن بشار اسد از قدرت. اگر این جمله رو در کنار صحبت‌های آقای ترامپ بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که به احتمال زیاد اگر بهانه لازم و اگر توان لازم در اختیار داشته باشه آقای ترامپ، این کار رو به اون سمت خواهد رفت و دیدارهایی هم که با رهبران مختلف سیاسی در هفته‌های اخیر داشته، به ویژه در با آقای سیسی مصر و همچنین ملک عبدالله اردن و چند ماه پیش هم با آقای نتانیاهو، به نظر من به اون سمت میتونیم انتظار داشته باشیم که خواهند رفت. بایستی دید که با ترکیه ها به چه نتیجه میرسن، که خب دیدارهای با مقام های ترکیه هم انجام شده. اگر بتونن به سمتی برن که با یک تیر چند نشان بزنن که هم سوریه رو از دست اسد خارج بکنن، طبیعتاً حزب الله لبنان تضعیف خواهد شد، جمهوری اسلامی موقعیت ضعیف‌تری پیدا خواهد کرد و عربستان سعودی هم با کمک در حقیقت دولت قبلی یمن ممکن است بتونه نیروهای حوثی رو سرکوب بکنه و قدرت رو از در حقیقت اون اعتبار و قدرت رو از جمهوری اسلامی در منطقه بگیره. باید دید آیا در عراق هم موفق خواهند شد جمهوری اسلامی رو در حقیقت سنگرهایی که ایجاد کرده در طول 13-14 سال اخیر اینا رو پس بزنن یا نه. بسیار سپاسگزارم نیکا انگ عزیز. آقای دایی، یک فرصت خیلی کوتاه، چون به هر حال نمیشه داعش رو نادیده گرفت، در صورتی که فعالیت‌های نظامی آمریکا بر علیه دولت آقای اسد استمرار پیدا کنه، موقعیت داعش در سوریه و عراق چگونه خواهد شد؟ آیا از اقتدار داعش هم کاسته خواهد شد یا به اقتدار اون افزوده خواهد شد؟ داعش که در عراق بساطش جمع خواهد شد، مهم
فردای پس از داعشی که از الان بحث شروع شده، یه طرف جمهوری اسلامی، یه طرف دولت مرکزی، سنی ها، کرد ها و آمریکان. این در مورد اونجاست و ادامه خواهد کرد. با یه حمله‌ای هم که الان شده که فکر نکنیم تمام این بحران‌ها به سمت حل میره. الان بیانیه‌ای که آمریکا داده، دولت آمریکا گفته سیاست ما در مورد سوریه تغییر نکرده. این فقط خواستیم نشون بدیم که ما در جاهایی که منافعمون به خطر بیفته اقدام خواهیم کرد. باز هم همین هم خوبه. یعنی همین که نشون بدن که حاضرن عمل بکنن، جدیان رو موازشون میتونن بها بدن، تأثیر خواهد گذاشت. عرض کردم آثارش رو میتونیم بررسی بکنیم، ولی بدون تردید یک نقطه عطف خواهد بود. آثار مثبت هم به نظر من داره. بسیار سپاسگزارم. حسن دایی، کنشگر سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی از کاناتیکت، و نیکوهنگ کوسر، روزنامه‌نگار، کارتونیست و تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن که همراه ما بودید. از شما خوبار هم سپاسگزارم که این برنامه را همراهی کردید. قطعاً و ربطاً همکارانم در بخش‌های دیگر برنامه‌ها در ساعات آینده از همین شبکه تلویزیونی اطلاعات کامل‌تر و اتفاقات بیشتر رو به سمع نظر شما خواهند رسوند. وقت خوش، خدا نگهدار.